به چه منظور نیروهای پادشاهی بایستی با هم متحد بشوند؟ برای چه تا کنون نیروهای پادشاهی نتوانستند یک جریان سیاسی و منسجم جدی را در فضای اپوزیسیون ایران داشته باشند؟ چه راهکارهایی وجود داره برای انسجام نیروهای پادشاهی؟ برای یافتن پاسخ این پرسش ها با بانو رکسانا گنجی مصاحبه ای را انجام دادم که شما را دعوت میکنم برای شنیدن این مصاحبه جذاب و دیدنی. با درود به شما بانو رکسانا گنجی، نخست سپاسگزارم اینکه دعوت منو پذیرفتید برای یک بحثی در ارتباط با انسجام نیروهای پادشاهی. برای پرسش نخست بانو رکسانا، من میخواستم ببینم شما 34 سال خوب دارید فعالیت میکنید در اپوزیسیون و حوزه نهادهای پادشاهی و در این زمینه تجربه زیادی رو به دست آوردید. من میخواستم ببینم برای چی هستن بعد نیروهای پادشاهی منسجم بشن؟ این تلاش شما برای چه منظوریه؟ خب امیدوارم، من درود میگم به خودت و هموطنانی که بالاخره این فیلمو یا میبینن یا میشنون. و همونطور که گفتی، خب 34 سال پیش متاسفانه به خاطر بلایی که به سر مملکت ما اومد، ما اومدیم بیرون و من خب طبیعتا توی خانواده بزرگ شدم که سیاسی بود. پدرم از زمانی که من به یاد دارم تو کارهای حقوق بشر با سازمان ملل متحد فعالیت میکرده و برای UN سفر میکرده، به افریقای جنوبی رفته، در برای اونجا گزارش اولی گزارش شکر حقوق بشر برای افریقای جنوبی بود. بنابراین من از بچگی با حقوق بشر و بعدش شد وزیر آموزش پرورش، بنابراین توی خانواده بودم که میدیدم کسانی که تلاش میکنن که مملکت ما رو به پیشرفت بره، رو به برابری حقوق زن و مرد بره. برای حقوق بشر فعالیت میشد، در زندان ها رو سالهای آخر پادشاه به روی صلیب سرخ وا کردن که بیان به زندانی های سیاسی سر بزنن. بنابراین داشت اون اصلاحاتی که امروز کدانکود اینها براش دارن سینه میزنن، داشت اصلاحات درست میشد. متاسفانه ما ملت عجوبی هستیم و خب بالاخره نارضایتی هم بود. وضع اقتصادی برای عده‌ای خیلی خوب شده بود، برای عده‌ای به خیال خودشون اون زمان فکر کردن خوب نشده. بالاخره این انقلاب شد و ما اومدیم بیرون. و من باوری که به پادشاه فقید داشتم و عشقی که به پادشاه فقید داشتم و باوری که ایشون برای سازندگی ایران دقیقه من میدیدم، اگر حرف حق رو میرفتن میزدن بهش و پای باورشون کسانی که با ایشون کار میکردن میستادن، ایشون برای آزادی، برای بهبودی وضعیت ایران و ایرانی همه کار میکردن. بنابراین خب طبیعتا من باورم به اون بود و هست که بهترین نظام برای مملکت ما یه مملکتی که مثل قالی ایرانی میمونه، سیکه های مختلف ساخته شده از قومیت های مختلف، از ادیان مختلف، زبان های مختلف و تمام زیبایی ایران به اینه. بنابراین من فکر کنم بهترین چیزی که سیستمی که برای اون مملکت کار میکنه نماد پادشاهیه که میتونه یه وحدت ملی این پادشاه برای تمام ایرانی ها باشه. من بنابراین اومدم بیرون و فعالیتم برای این بود که اون زمان پادشاه هنوز زنده بودن که پادشاه برگردن به ایران و متاسفانه وقتی که ایشون به این مریضی دیگه نتونستن دوام بیارن و جونشون از دست دادن، خب شاهزاده رضا پهلوی برای ما اعلیحضرت قسم خوردن و خب ادامه راه ایشون رو دنبال کردن و ما تا امروز واقعا باورم هنوز به همینه که سیستم پادشاهی برای ایران بهترینه. و چون میگم توی من توی خانواده‌ای بودم که عشق به ایران برای خانواده من اول از همه چیز بوده و بعدم پدرم و مادرم و همه توی اون سیستم و توی اون دوران بزرگ شدن و دستی در سازندگی اون مملکت، مادرم در سازمان زنان برای حقوق زنان فعالیت میکرد، بنابراین دیدم که عده‌ای واقعا با جون و دل کار کردن در اون سیستم برای بهبود وضع ایران و ایرانی ها و منم دنبال همون راهو گرفتم در این 34 سال. بانو رکسانا، در داخل کشور جوانایی که خب پادشاه فقید رو ندیدن و امروز خب وقتی که با اون همه بمباران فکری که حاکمیت اسلامی در مدارس به ویژه در دهه 20 سال شما 22 بهمن مدرسه ایران خب نبودید به پس از شورش 57، خب در این 22 بهمن کاغذ کادا برای ما میگرفتن، با این جور مسائل مثلا دل بچه ها رو میخواستن ببرن بر علیه شاه، ولی این بچه ها الان در ایران وقتی که بزرگ شدن، خب پادشاه فقید محبوبیت خیلی خاصی در ایران داره و کلا یک دیدگاه بسیار مثبتی به نهاد پادشاهی نسبت به جریان های سیاسی دیگری هستش که در سال 57 پشت آقای خمینی ایستادن.
اما ما میبینیم در الیت نیروهای پادشاهی برعکس نیروهای سیاسی دیگر اختلافات عدیدهی وجود داره و شوربختانه الیت پادشاهی نتونستن تا به امروز یک جریان سیاسی جدی در فضای اپوزیسیون ایران رو به وجود بیارن. شما که این همه سال دارید فعالیت میکنید، این علتهای این عدم موفقیت الیت پادشاهی رو چه میبینید؟ خب امید جان، من چون اصولا آدم روکی هستم خیلی روکی بود. متاسفانه در قدیمم این اشکال بود، من یه مقداری بچه بودم ولی دیدم دوره برای خودم، چون خب من بالاخره بخاطر رفت آمد تو دربار میدیدم. دو قسمت بودن آدم هایی که در ایران بودن اون زمان. عده‌ای بودن که هرچی پادشاه میگفت میگفتن بله قربان شما درست میفرمایی، همه چیز خوبه، همه چی امن و امانه، همه چیز در وفق مراده، و برای که پادشاه رو خوشحال نگه دارن چشمشون رو خیلی چیزها میبستن و نمیگفتن. عده دیگه‌ای بودن که حرفشون رو راست میزدن، به پادشاه میگفتن اینجا این اشکال داره، تو زندان این داره میشه، وضعیت پدر خودم یا وضعیت آموزش پرورش الان که من اومدم میبینم اینه، باید این کارا بشه. و واقعا اگر عده‌ای باور داشتن به کارشون و وای میستادن پای کارشون و با ایشون صحبت میکردن، ایشون قانع میشد و این کارا میشد. بنابراین میبینیم که تو هر سیستمی، تو همین جام همینه، تو امریکا هم که من زندگی میکنم، یا میتونید بگید بله آقای پرزیدنت شما راست میگید، همه چیزی که شما میگید درسته، یا یه عده میان آرگومنت میکنن، بحث میکنن و سعی میکنن نشون بدن که نه به نظر ما اینجا رو اینجوری کنیم بهتر میشه. متاسفانه همون سیستم در خارج از کشور بعد از 35 سال هم هنوز با وجود نشستن و برخواستن در ممالک آزاد و شاهد بودن سیستم های دموکراتیک که چجوری کار میکنه، یه عده هنوز بر این باورن که هر چیزی که شخص نماد پادشاهی، شخص شاهزاده رضا پهلوی میزنه باید سوره قرآن باشه. و ماهایی که خب باور به سوره قرآن که نداریم که هیچی، ما فکر می‌کنیم اگر واقعا دوست واقعی هستی باید، اگر شاید ما اشتباه بکنیم ولی اقلا باید نظریاتمون رو بگیم. بنابراین یه مقداری در این سالها این تفرقه بین گروهایی که میگن هر چیزی که شاهزاده گفت ما باید کورکورانه دنبالش بریم، مثل چیز رفراندوم بود، مثل شورای ملی این دفعه بود، چیزهای مختلف در سالهای مختلف بوده، یه عده ای اونجوری فکر بونن، یه عده مثل ما فکر بونن که باید بتونیم ما با اون کسی که بهش باور داریم حرفمون رو بزنیم، یا ایشون ما رو کانوینس میکنه که ما اشتباه کردیم، یا ما ایشون به ایشون نشون میدیم که ما فکر بونیم اینجا به شما ضربه ممکنه بخوره، یه مقداری شاید باید یه اپروچ دیگه رو بگیرید. یه مقداری این بوده که ما رو دور کرده. یعنی واقعا فکر بونن تعریف از پادشاهی پارلمانی رو یه دی هنوز شاید نفهمیدن که در آینده ایران هم اون پادشاه سمبل وحدت ملی ماست، در اصل مجلس، در اصل مردمه که باید تصمیم بگیرن و به صندوق برن. یه مقداری هم فرهنگ ماست که همه میخوان رئیس باشن، تیم ورک اصلا بلد نیست، کار گروهی اصلا بلد نیست. اگر یه کسی یک ذره بر ضد راهی که ما میخوایم بدیم بره، حاضرن کل جریان رو به هم بریزن ولی اینکه با همدیگه تیم ورک نکنن. در مورد این شورای ملی هم ادیشه در مورد ما اینو بگن، بگن که شماها نیومدید ولی ما نیومدیم، ولی ما به هم نریختیم، ما کنار وایسادیم، گذاشتیم که این جریان بره جلو و روالشو بره، ایشالله هم که موفق بشه، بحثو کشتم حالا زودتر به اونجا. ولی در کیس های مختلف من دیدم که ادیه حاضرن یه جریانی کامل به هم بریزه و نباشه، چون خودشون درش دست نداشتن. یه مقداری شاید این دوری ما از هم دیگه این بوده که آقا نه، ممکنه من با تو امید جان سر یه چیزی مخالفت داشته باشم، میگم من تو این دکتر جلسه شرکت نمی کنم یا من اینجا مصاحبه با شما نمی کنم. دلیل این نیستش که ما با هم دیگه دشمنی داریم یا چیزی، شما کار خودتو در اون مورد میکنی، منم کار خودمو، ولی در مورد که میتونیم با هم دیگه همکاری کنیم همکاری میکنیم. متاسفانه سازمان ها و نهادها این کارو نتونستن بکنن. یعنی اگه یک دفعه سر یه چیزی با هم اختلاف داشتن، به کل هم دیگه رو زدن داغون کردن، به جایی که اقلا اونجایی که میتونستن با هم دیگه همکاری کنن، با هم دیگه روی اون اصول همکاری کنن، روی اون اصول یه چیزی رو بسازن و جاهای دیگه کنار بشتن بذارن هر سازمانی دسته کار خودشو بکنه. بعضی وقتا من خودم به شخصه با دیگراندیشان خیلی بهتر تونستم کار بکنم رو مسائلی تا با طرفداران نظام پادشاهی که هم فکر خودم هستم، جای تاسفه.
یعنی که باید بتونیم اقلن روی با هم فکرات خودمون راحتر و روبافتر صحبت میکنیم. بانو رکسانا، شما فکر میکنید چه کارهایی رو میتوان انجام داد که تا حدودی بشه جلوی مشکلات رو گرفت و حداقل در یک ائتلافی نیروهای پادشاهی رو بتوان تا حدودی سازماندهی کرد؟ بدون تعارف بگم؟ نه. رهبری که این جریان شورا از طرف شاه داده شد به نظر شخص من، نظر منه، اگر در مورد نیروهای پادشاهی 10 سال پیش، 12 سال، 15 سال پیش یه همچین کاری رو شاهزاده رضا پهلوی علازت با گروه های طرفدار پادشاهی اول شروع میکردن و ماها رو انسجام با هم دیگه میدادن، ماها رو منسجم میکردن و اونجا من نظر شخص من این است که ما همه داریم یه چیز رو میگیم، ما همه میگیم ما رأی ما به پادشاهی در آینده ایران، بنابراین ما رو این تفاهم داریم. اگر این سازمان ها و دسته ها رو ایشون جمع کرد و یه هسته مرکزی ساخته میشد و همه اون سازمان ها رو میذاشتیم کنار، چه بی داشت، همه میشدیم طرفداران نظام پادشاهی در سراسر دنیا، طرفداران نظام پادشاهی فعالیت میکردیم همه ما با هم دیگه. مگه ما چند نفر این در لس آنجلس به این گندگی فعالیم؟ نه اینکه طرف داریم، طرفدار پادشاهی بسیار زیاده، 90% اله طرفدار پادشاهیه، ولی فعالین سیاسی در لس آنجلس 150 نفر هست که شبانه روز دارن فعالیت میکنن. 100 نفر لس آنجلس با هم جلسه بذاریم طرفداران نظام پادشاهی، شما در سوئد 100 نفرین، شما با هم جلسه میذاریم، ولی بعد این هسته مرکزی میتونه همه ما رو انسجام بده، هممون، یعنی برنامه ریزی که میشه مثلا الان برای جلوگیری از انتخابات تصمیم گرفتیم سوئد تو این کارو بکن، لس آنجلس تو اون کارو بکن، هممون با هم دیگه نماینده هامون یه میتینگ میذاشتن در سراسر دنیا، مثلا 30 تا نماینده میومدن سایت میکردن در تمام جای دنیا یونیفرم اون کار انجام میشد. رهبری نظام پادشاهی، ماها رهبری نداشتیم در این سیاست. الان این شورا چطور شد که یه دفعه همه زیر یه سقف اومدن؟ چون شاهزاده رضا پهلوی رهبری این جریان رو خواه ناخواه به عهده گرفتن و باعث شدن که همه اینا بیان زیر یه سقف. ای کاش اول از خودمون شروع میکردیم، ائتلافی بین نیروهای پادشاهی میشد، بعد وقتی ما قوی بودیم، 7-8 سال با هم دیگه اینجوری کار کرده بودیم در سراسر دنیا. من امید دانا رو چند وقت شناختم، من فعالین دیگه تو اروپا رو از وقتی این اینترنت اینجوری شده که پرتاک و سکایپ و ایناس تونستم بشناسم بیشتر، من قبل از این که نبود، ولی اگر اون موقع ماها با هم دیگه یکی شده بودیم، خب هم دیگه رو تو اروپا و رو تو جاهای دیگه و تو امریکا و اینا پیدا کرده بودیم، تو دالاس و تکساس و یوستون و تکساس و یه نهاد پادشاهی محکمی میشدیم، تا اینکه اینجور در به در بودیم، همش تو سر کله هم دیگه زدیم. هر دقیقه یه سازمان اومده، واقعا بهت میگم، شاید بهت بگم در عرض 2 سال گذشته 3 تا سازمان پادشاهی تو لس آنجلس باز شده. چرا؟ هممون یه حرف رو داریم میزنیم. من آرزو داشتم که ای کاش یه همچین کاری رو ایشون برای طرفدار خودشون اول میکردن، ماها رو منسجم میکردن، بعد میرفتیم برای همچین کار بزرگی مثل شورای ملی. بعد میتونستیم بله بحث بله. البته بانو رکسانا، خب شورای ملی بحثش 1 ساله به وجود اومده، منتها ما شوربختانه وقتی که تاریخچه پس از شورش 57 نگاه میکنیم، در این 34 سال نیروهای پادشاهی کارنامه قابل قبولی نداشتن. حالا میان میتونیم بگیم که اصلا شاید شهریار رضا پهلوی خب دارن کار فرامسلکی میکنن و اصلا شاید اعتقاد قلبی هم نداشته باشن، اون یه بحث جدایی، شاید اصلا نخوان در این زمینه خودشون یه کار عملی انجام بدن که در این 34 سال میبینم. به فکر میکنم همونی که گفتم، اینقدر ما تو سر کله هم دیگه زدیم که ایشون اصلا از طرفدار خودش خسته شده بود، ولی خب الان واقعیتش نیست که بیشتر اکثریت کسایی که رفتن زیر اون سر بیشتری طرفدار نظام پادشاهی بودن برای شورای ملی. یعنی من از اینجا که نگاه میکردم از هر 5 نفری که بالا میشد 3 تاش طرفدار نظام پادشاهی خودشو معرفی میکرد. برای این میگم ای کاش ما اون زمان این کارو کرده بودیم. شاید ما تو سرکله هم دیگه اینقدر زدیم برای که 1 سازمان واحد 2 سازمان واحد نبود که با هم دیگه، این حزب مشروطه بود، اون سازمان خشم بود، اون سازمان اتحاد همبستگی مشروطه خواهان بود، اون انجمن ایران دالاس بود، اون انجمن چی فلانجا بود. اگر هممون می اومدیم الان همه اومدن زیر اسم شورای ملی، اگر همه می اومدیم زیر
سازمان هواداران نظام پادشاهی، کنگره پادشاهی خواهان، من نمیدونم یه اسمی انتخاب میکنیم، هممون زیر یک اسم در سراسر دنیا فعالیت میکردیم، دیگه این همه سازمان و این همه تو سرکله هم زدن نبود که بعدا نتونه ایشون رو ماها حساب کنه. ولی اینه که ما رو جمع بکنه احتیاج داشت که خود ایشون، همطور که الان میبینیم خود ایشون تونستن این عده رو اونجا جمع کنن. اگه شخص شاهزاده رضا پهلوی نبود، آقای پیرزاده و خانم گلستان هر چی هم میومد از فراخوان میدادن، شما فکر کنید 50 نفر میتونستن جمع بکنن؟ هیچ وقت نمیدید. خب بانو امروز بعد چی کار کرد؟ امروز من با وجودی خودم با من با طرح شورا مخالفتی ندارم، با بعضی از بندهاش مخالفت دارم، ولی از طریقی که فعالین سیاسی اکتیوی که 34 سال فعالیت میکردن از بعد به کار، نه از زمانی که امضا شروع شد جمع کردن، از بعد به کاری که اصلا نوشتن این منشور شروع شد اصلا به بازی گرفته نشدن، حتی نظریه هیچ کدوم از این سازمان ها و حزب ها و اینا خواسته نشد. بعد یه دفعه مواجه شدیم با یه چیزی که آرزی نوشته شده بود، آوردن بیرون گذاشتن، گفتن یا امضا کنین یا سوار این قطار بشین یا نشین. خب طبیعتا آدم یه مقداری فکر مونه که ای بابا، یه دیگه که تا دیروز طرفدارای جمهوری اسلامی بودن و با جمهوری اسلامی فعالیت کردن، اومدن یه چیزی رو از داخل زندان و از خارج از زندان و سفرهای سبز و اینا نوشتن آوردن، که خیلی هم خوبه، چون تو نافرمانی مدنی ما دائم داریم میگیم از بدن رژیم باید سعی کنیم بکشیم در خودمون، ولی نه دیگه بکشیم یه دفعه بیاریم سر صف بشونیم بکنیم جزء کادر رهبری. و کسانی که بخوام به کسانی که 34 ساله زمانی که ما شروع کردیم امید جان به فعالیت و اسم پادشاه و اسم پهلوی ها رو به زبون می آوردیم و جاوید شاه می گفتیم تو شهرهای خودمون، کسی جرأت نداشت اون زمان اسم پهلوی ها رو بیاره. خود من به شهادت دوستای من در دانشگاه بریچپورت کنتیکت تهدید شدم به صورتم اسید می پاشن بچه های چپی از سال 1980 در دانشگاه بریچپورت کنتیکت، برای که من پدرم جز اون سیستم بود و فعالیت سیاسی برای شاهزاده رضا پهلوی و محمد رضا شاه آن زمان می‌کردم. خیلی خوب چطور شد؟ اون زمان ما جونمون و جوونیمون رو همه رو گذاشتیم، نمیتونیم یه دفعه یه عده‌ای بیان که اصلا معلوم نیست از کجا آمدن و بخوام بیان به ما چیز کنن. بنابراین من یه مقداری که خودم دلخور، بله خیلی میگن شخصی، نکن شخصی هست، من جوونیمو توی این راه گذاشتم، نمیگم بیان دعوتنامه بفرستن برای ما، ولی میتونستن این منشور رو قبل از که بذارن امضا بشه نظر بگیرن. آیا خانم گنجی یه ایمیل دفتر شاهزاده برای سازمان ها میزد، سازمان خشم لس آنجلس، سازمان حزب مشروطه لس آنجلس، که برای حزب مشروطه نیست که شرکت داشته تو میتینگ های اولیه، همونطور که حزب مشروطه یا نهاد مردمی بود سازمان های دیگه هم باید امضا میشدن، نظرخواهی میکردن آیا ما امضا جمع کنیم امضا جمع نکنیم، با این بند این موافق این نظری داریم، حالا گوش نمیدادیم به نظریات ما، اقلا نظریات ما رو میگرفتید بعد از سه سال بعد اینو میذاشتید به چیز پابلیک، نه مارکتش کردن درست، نه چی انداختن بیرون میگن یا بیاین امضا کنین یا برین کنار. بنابراین من با این مسئله داشتم و دارم هنوزم، ولی فکر میکنم همونطور که گفتم یه بنایی گذاشته شده، اون بنا نباید خراب بشه. من فکر کنم امروز اگه واقعا حسن نیت دارن این کسایی که در این شورا هستن، باید در رو باز کنن و باید متخصصین. خود من خودم رو متخصص نمیدونم براندازی یک نظام و یک رژیم مثل جمهوری اسلامی تخصص میخواد، بازسازی فردای ایران بلوپرینت میخواد، باید تو بدونی که اگه فردا جمهوری اسلامی رفت هر دو مرج قرده بشه چی میخواد نیرو بلافاصله بره به اونجا رو کنترل بکنه، چی خواهد شد؟ یه شبه که نمیتونی همه چی رو آروم بکنی. برنامه این برنامه تخصصیه، کار من و شما و یه عده که انتخاب شدن این چیزا نیست. ما میتونیم کارهای لوکال خودمون رو بکنیم، در حد 4 تا نامه به سناتور بنویسیم، 4 تا تظاهرات بذاریم، 4 تا صندوق رأی و جلوشو بگیریم، ولی کار براندازی کاریه که ادیه رو میخواد که تخصص این کار رو فردای شرکت نفت قرده چی بشه، اقتصاد ایران فردا قرده چی بشه، آموزش و پرورش قرده چی بشه، برنامه و بودجه قرده چی بشه، ارتش قراره چی بشه، این پاسدارا که وحشیان و چیز فردایی که
انقلاب شد آقایون رفتن، فرداش قراره چی بشه؟ یه عده امنیتی میخواین که ببینه چی میشه؟ با این ساختاری که در اون شورا من دیدم این کار عملی نخواهد بود. بالا دکتران یه پرسشم، اصلا اومدیم ما فردا جمهوری اسلامی رفت و حالا مثلا به پای میز رفراندوم ما بخوایم بریم یا هر چیز دیگری، نیروهای پادشاهی چه سازماندهی دارن؟ یعنی چه گزینه‌ای دارن بخوام برن جلو؟ نه نداریم، واقعیتش نداریم. خب برای من الان بحثم اینه که باید چه بکنیم الان؟ در همین این جریان شورای ملی بزرگترین رسمه به نظر من به نیروهای پادشاهی زده شد، برای که تفرقهی که بین نیروهای پادشاهی افتاد یه فاصله رو بین من و خیلی از دوستان خودم انداختن که اونها باور دارن که هرچی شاخصه دیگه باید بشه. من احساسم برای این که این جریان با این ناپختگی و با این عجلهی که اومد جلو، بله عجله داریم مملکت میده، ولی با عجله داریم که یه کاری هم بکنیم که درست باشه. بنابراین همونجا بین من و دوستان خودم یه شکافی افتاده. اولین کار آشتی ملی بین خودمون طرفداران نظام پادشاهیه، ما صحبت آشتی ملی میکنیم، ولی اول تا آشتی ملی بین خودمون نباشه و خودمون منسجم نشیم این آشتی ملی به جایی نمیرسه. بحث همینه، ببینید بحث اینه که تا الان هیچ نیروی اپوزیسیونی به ویژه در نیروهای راست و بازم در نیروهای راست به ویژه نیروهای پادشاهی یک انسجام درست حسابی ما تا الان نداشتیم، ولی با هر کی صحبت میکنیم دم از اتحاد ملی میزنه. و خب مثلا من همیشه وقتی دوستان جبهه ملی من دم از اتحاد ملی میزنن بهشون میگم شما نخست برید تو خودتون اتحاد به وجود بیارید، و طبیعتا امروز همین مسئله ما در نیروهای پادشاهی فکر میکنم اگر حالا دروغ نگم 1000 تا نیرو فعال داشته باشیم 1000 تا گروه جلوگونه داریم. من الان بحثم اینه که فردا جمهوری اسلامی بره آلترناتیو نیروهای پادشاهی چی هستش که بتونه اصلا نظارت کنه بر اون رفراندوم تا دوباره سر این نیروهای پادشاهی کلاهی نره یا تقلبی در اونجا نشه؟ اصلا چه حزب قدرتمندی ما در نیروهای پادشاهی داریم که در قد و قواره‌ای بخواد در بیاد که بخواد حکومت رو بگیره، گزینه‌ای باشه؟ من شاید در پوزیشن نیستم که اینو بگم، چون من اگه نظر شخصی من باشه من چیزی رو نمیدونم، ولی من خیلی چیزها رو شاید نمیدونم. شاید ما رو به عنوان فعالینی که برای این ایدئولوژی فعالیت کردیم شاید ماها رو قابل نمیدونستن که ما بدونیم چی کار دارن میکنن. من نمیدونم واقعا. خب من فقط میدونم که ما یه کمبود خیلی بزرگی تو خودمون داریم که اونم این بوده که منسجم نتونستیم بشیم، و اگه به این منوال هم پیش بریم منسجم نمیشیم اینجوری، امیدوارم. من امیدی ندارم. بنابراین برای همین گفتم ای کاش شاهزاده اول از طرفداران خودشون شروع میکردن ما رو منسجم میکردن. وقتی ما قدرتی بودیم و وقتی ما اتحادی با هم دیگه داشتیم و واقعا دستای هم دیگه رو گرفته بودیم، بعد ما میتونستیم نیروهای دیگر هم طرف خودمون بکشیم. اوکی بانو رکسرا، اگر صحبتاتون رو بخواید جمع بندی کنید در 2 دقیقه چه چیزی رو دارید که بگید؟ من واقعا امیدم این نیست که میدونم وقت نداریم، مملکتمون واقعا در جای خطرناکه، ولی امیدم این نیست که اول ما هم فکران ما هم رزمان قلبامون رو با هم نزدیک بکنیم و واقعا بکنیم. یعنی اگر با هم یک دل و یک صدا نباشیم به هیچ جا نمیرسیم. این دشمنی های بچگونه رو بزنیم کنار. این مسابقه نیست، مسابقه محبوبیت نیست، ما برای ایران داریم میکنیم و واقعا اگر واقعا به فکر ایرانی بیایید با هم دیگه اقلا روی مسائلی که میتونیم کار کنیم کار کنیم، و مسئله که نمیتونیم دشمنی با هم نکنیم، کنار بیستیم بذاریم از راه خودش رو بره، ولی قلبامون رو واقعا به هم نزدیک کنیم که بتونیم با روراستی و با شفافیت واقعی با هم دیگه برخورد داشته باشیم. سپاسگزارتونم از اینکه وقتتون رو در اختیار من گذاشتید و این برنامه رو داشتید. امید جان از تو واقعا تشکر بکنم، برای جوانی که از ایران آمدی اون سختی ها رو کشیدی، من میبینم شبانه روز داری فعالیت میکنی، میبینم هم که متاسفانه همین اتفاقایی که برای ما در سال اول انقلاب افتاد که همه با هم جنگ و دعواهای داخلی داشتیم، میبینم سراغ تو هم آمده. نذار دلگیر بشی، بارها بهت گفتم راه خودتو ادامه بده، نذار که هیچ کسی جلوی باورتو بگیره، برای باورت بیست و برای باورت بجرد. برای سپاس از مهرتون خیلی ممنون، سپاس گذارم.